و سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از تلویزیون AMG من افسانه اسقری هستم با یکی دیگه از برنامه های خرید و فروش مسکن در شهر تورنتو قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع کنم یه عذرخواهی میخواستم بکنم از بینندگان عزیز یه سری از دوستانمون اعتراض کردن گفتن که من خیلی از کلمات انگلیسی زیاد استفاده میکنم به همین خاطر من این دفعه تصمیم گرفتم که از بهترین تلاشمو بکنم که بتونم فقط از کلمات فارسی استفاده بکنم ولی یه سری از لغات هست که من اصلا هیچ مشابهی برشون پیدا نمی کنم در نتیجه باید منو ببخشید این قسمت از برنامه ما اختصاص پیدا میکنه به هزینه های مربوط به خرید و فروش خونه در قسمت اول راجع به خرید خونه صحبت میکنم قسمت انتهاییش راجع به فروش خونه هزینه های فروش خونه صحبت میکنم یکی از چیزهایی که در مورد خرید خونه هزینه های خرید خونه هست مسئله اینسپکشن یا همون بازرس هستش شما بعد از اینکه خونهتون رو خریدید باید یه بازرس بیارید که خونهتون رو بازرسی کنه خونه مورد رو بازرسی کنه ببینه که آیا مشکلی از نظر ساختمانی از نظر استراکچر از نظر ساخت اختداری داره یا نداره اگر داره قبل از این که به قول معروف دیلتون رو فرم اپ کنید بتونید بتونید اونها رو حلش بکنید هزینه های بازرس ساختمون معمولا بین 300 دلار به بالا از 300 دلار به بالا هست بستگی به کمپانی داره که اونا رو در واقع شما انتخاب میکنید بستگی به این داره که به قول معروف کمپانی بزرگ یا کوچیک باشه مهندسینی که توش استفاده به قول معروف توش کار میکنن چه جور بخان شما رو چارج بکنن یکی دیگه از هزینه هایی که شما میتونید به قول معروف ممکنه که مجبور باشید پرداخت بکنید یک نوع بازرس دیگه هستش که بهش میگن ترمایت یعنی بازرسی که در واقع میاد خونه رو بازرسی میکنه از نظر اینکه ببینه موریانه داره یا نه که این معمولا بیشتر در قسمت, جنوب، قسمت جنوبی تورنتو نزدیک به هایی که نزدیک به دریا هستند، اونجا بیشتر شایع هست موریانه اونجا زیادتر به خاطر رطوبت هوا در درنش مردم علاوه بر اینکه با هم بازرس میگیرن که خود ساختمون رو به صورت جنرالی کلی بخواد بررسی کنه ترمایس اینسپکتر هم میگیرن که این ترمایس اینسپکتر هم معمولا قیمتش یه چیزی از 200 دلار شروع میشه و میره به بالا که اینا همه بستگی به سایز خونه به قول معروف سن خونه و اینکه در کجا واقع شده بستگی به اونا داره یکی از چیزهای دیگه ای که در مورد هزینه هایی که در معمولا خرید خونه شما ممکن باش مواجه بشید این هستش که اگه شما دارید مرگج میگیرید و مرگجتون معمولا زیر 20 درصد هست شما باید یک بیمه ای روش بخرید که این در واقع بهش CMHC میگن این بیمه بستگی به میزان داون پیمنتتون یا اون میزان پول پیشی که شما دارید میذارید بیمه فرق میکنه ولی بنا به اون میزان بیمه ای که شما میگیرید یک مالیاتی روش میاد که اون مالیات معمولاً بهش پی میگن و معمولا 8 درصد هست که این 8 درصد رو شما پیشا پیش روز کلوزینگ بایستی روزی که خونه رو تحویل میگیرید بایستی به لایرتون بدید به وکیلتون بدید که وکیل اینو در واقع به بانک بده اما اون بیمه ای که میگیرید اون اضافه میشه به میزان مرگجی که وامی که شما دارید میگیرید و پیمنتش در طول اون سالها پخش خواهد شد یکی دیگه از هزینه هایی که شما دارید هزینه بازرسی هست که در واقع بانک میفرسته و برای اینکه خونه رو ارزیابی بکنه بانک خونه رو در واقع بازش میفرسته که خونه رو ارزیابی بکنن ببینن که شما پولی اضافه تر از اون چیزی که به قول معروف باید میدادید یا مورد قبول بانک هست پرداخت نکردید این رو بهش میگن بانک اپریزر و بانک اپریزر معمولا پرایسشون از 350 دلار حداقل شروع میشه به بالا که اون مجددا بازم بستگی داره به سایز خونتون به سن خونتون به لوکیشن خونتون همه اینا ممکنه که این به قول معروف هزینه رو تغییر بده یکی دیگه از هزینه هایی که شما دارید لیگال فی هستش یا همون پولیه که شما در واقع بایستی به وکیل بدید که وکیل کار به قول معروف خرید فروش رو خرید یا فروش رو براتون انجام بده و خود, خود این لیگال فی شامل سه قسمت هست یک قسمتش هست که خود پولیه که خود وکیل شما رو چارج میکنه بابت دستمزد خودش که اونم بستگی به هر وکیلی فرق داره بنابراین میتونه از دلار 700 دلار شروع بشه تا به بالا بستگی به نوع وکیلش داره یک قسمت دیگه هست که بهش میگن دیسپرسمنت که در واقع همون کارهای کاغذبازی و فکس و رجیستر کردن در واقع خونتون تایتل خونتون هستش که اینا هم دوباره بازم متفاوت هست بستگی به بستگی به اون وکیلی که انتخاب میکنید ولی به صورت نرمال از 1200 دلار تا 2000 دلار خیلی هزینه ثابت و نرمالیه که معمولا برای خرید خونه شما باید پرداخت بکنید یکی دیگه از چیزایی که شما در واقع باهاش روبرو میشید در خرید خونه لند ترانسفر تکس هست یعنی در بهش میگن مالیات نقل و انتقال که در واقع این یه فرمولی داره که یه مقداری پیچیده هست ولی شما میتونید برید این رو از وبسایت ما یا از وبسایت ترونتو ریل استیت بورد یه به قول معروف کلکولیتری داره که میتونه این میزانی رو که شما باید پرداخت کنید و همه بایرها برای برا هر چندمین باری که خونه رو میخرن هر بار که خونه رو میخرید در واقع این مالیات نقل و, نقل و انتقال رو باید شما پولش رو بدید آه ما آه که آه اگر بخواید بخواید برید توی وبسایت ما www.sellwithus.com هستش که من در پایین صفحه برنامه گذار برنامه میذاره و میتونید از اونجا برید یک کلکولیتر هست توی قسمت اسمش هست مورگش کلکولیتر میتونید برید اونجا قیمت خونتون رو بزنید و اینکه ببینید آیا بستگی داره اینکه این خونه رو که شما دارید میخرید در تورنتو باشه یا در خارهومه تورنتو باشه این میزان مالیاتی که میدید متفاوت هست در تورنتو نه تنها بایستی اون مالیات به قول معروف استانی رو بدید بلکه مالیات شهرداری رو هم باید بدید در نشه بنابر این دو تا تکس خواهید داد ولی هومه تورنتو شما فقط مالیات استانی رو میدید آم، یکی از چیزهای دیگه ای هم که در مورد در واقع همین تکس نقل و, بر انتقال،, نقل و انتقال شما بایستی توجه کنید این هستش که با بای خریداران بار اول اینا یه سری تخفیف ها بهشون داده میشه اگر در تورنتو باشید شهرداری بهتون یه مقدار تخفیف میده یه مقدار هم استان بهتون تخفیف میده و اگر که به هومه تورنتو باشید که فقط اون تخفیف در واقع استانی شامل حالتون میشه باید حتما بالای خیدانان بار اولمون حتما بالای باید بالای 18 سال باشن و همچنین حتما باید سی برای بار اول خریداری بکنید خونه رو مثلا اگر شما یک خونه ای رو خریداری کردید یه خونه ای رو توش زندگی می کردید که در واقع همسرتون اون خونه رو خریده و اسم شما در واقع توی سند خونه نبوده باشه این به این معنا نیست که شما خریدار بار اول به حساب میایید در واقع اون خونه به عنوان خونه ای بوده که شما توش زندگی می کردید و بهش مشمولیال هم میگن اگرچه که اسم شما روی سند نبوده ولی با همه حال شما به قول معروف مالک اون خونه بودید و اگر این کار رو بکنید و برای بار دوم برید خون بر وقتی که بهش خونه میخرید حالا این بار برای اولین بار اسمتون روی تایتل هست و کلیم بکنید و بگید که من اولین خریدار بار اول هستم ممکنه که بتونید از زیرش در برید ولی اگر یک موقعی به قول معروف اداره مالیات بفهمه این رو از شما پس خواهند گرفت پس مالیات نقل بر نقل و انتقال لند ترانسفر تکس در واقع قسمت عمده هزینه ها رو شامل میشه و و معمولا وقتی شما میرید برای از بانک مورگیج بگیرید از شما میخوان که معمولا یک درصد از اون قیمت خرید خونتون رو تو حساب بانکیتون داشته باشید یک درصد البته بسیار مقدار کمی هست یعنی به قول معروف مینیمم چیزی هست که شما باید داشته باشید به صورت نرمال بین یک و نیم تا دو درصد از خرید خونه در واقع هزینه هزینه خریدتون هستش که شما باید حتما این رو توی حساب بانکیتون داشته باشید این در مورد این در مورد و یک چیز دیگه ای که فراموش کردم بگم این هستش که یکی از چیزهای دیگه ای که حتما شما باید خریداری بکنید تایتل اینشورنس هست از سال 2001 یه قانونی اومده که شما میرید در واقع برای اون مالکیت خونتون یه دونه بیمه میخرید این شما رو در واقع پروتکت میکنه در مقابل فراد یا در مقابل چیزایی که به صورت یا مثلا ممکنه به صورت مغ... م... هیدن باشه توی, توی این ترانزکشنتون اگر اتفاقی پیش بیاد اونا رو کاور میکنه مثلا یه مثالی براتون بزنم به فرض شما یه خونه ای رو خریدید که فروشنده از سه سال پیش مالیات خونه رو نداده و الان شما صاحب خونه هستید و شهرداری میاد به شما میگه شما صاحب این خونه هستید موظف هستید که مالیات سه سال پیش رو بدید این موقع هستش که تایتل اینشورنس میاد و شما احتیاج نیست دیگه اون پول بدید اون بیمه در واقع کاور میکنه اون میزان به قول معروف اشتباهاتی که شده یا مثلا شما یا مثلا شما اومدی یه خونه ای رو خریدید که سرویش دچار ایراد هست سروی چی هست؟ سروی در واقع نقشه زمین هست که در واقع مرزهای زمین رو مشخص زمین شما رو مشخص میکنه مرزهای خونه شما رو با همسایه‌تون مشخص میکنه محل به قول معروف قرار گرفتن خونتون رو توی زمینتون مشخص میکنه حالا اگر این سرویتون دچار یه مقدار ایراد باشه و بعدا بخواید یه سروی درست بکنید این دوباره در واقع تایتل اینشورنس میاد اون ایرادات رو که دیگه حالا شما مقصر نبودید اونا رو کاور میکنه یکی دیگه از چیزهایی که در مورد تو هزینه های خرید و فروش خونه هست این در مورد هزینه, هزینه برای خریداران بود در مورد فروشنده ها هزینه ها یه ذره متفاوت تر هست و اون هزینه شامل کمیسیون هستش که شما باید بدید کمیسیونتون روش یه دونه تکس میخوره 13 درصد که این به صورت نرمال هست باید بدید و خدمتون ارز کنم که پول وکیلتون هست که در واقع فقط چون دیسچارج کردن مرگجتون از رو میخواید ازش به قول معروف پس بدید اونو کاور میکنه و اگر پنالتی یا جریمه ای که بابت این که برای مرگجتون باید بدید اگر سوالی چیزی در این زمینه داشتید میتونید با ایمیل ما تماس بگیرید ما میتونیم در دیتیل براتون توضیح بدیم یه برنامه کوچیک میبینیم در خدمتون هستیم با قسمت دوم برنامه‌مون دوستان عزیز راجب به هزینه های خرید خونه باتون صحبت کردم حالا میخوام یک لیستی رو برای شما راجبش توضیح بدم که اگر هم خواستید میتونید به ما ایمیل بزنید ما این لیست رو براتون بفرستیم توی به قول معروف توی وسایلتون نگه دارید زمانی که خونه خریدید قبل از اینکه خونه رو تحویل بگیرید این لیست رو مطمئن باشید که تمام به قول معروف تمام مراحلش رو حتما یکی به یکی به قول معروف انجام میدید یکی از اولین کارهایی که باید بکنید اگر خاطرتون باشه زمانی که ما آفر نوشتیم برای شما از سلر خواسته بودیم که دو یا چند بار اجازه بده که شما برید خونه رو ببینید شما قبل از اینکه خونه رو تحویل بگیرید آخرین بازدیدتون رو میرید انجام میدید که مطمئن باشید خونه رو زمانی که شما تحویل میگیرید در همون شرایطی شرایطی هست که شما خونه رو خریدید خونه رو تمیز تحویلتون دادن چیزی ازش کم و نشده چیزی شکسته نشده چیزی خراب نشده بر این حتما قبل از اینکه خونهتون رو برید به قول معروف پلو وکیلتون امضا بکنید از مشاور املاکتون میخواهید که آخرین بازدید رو برای شما وقت بگیرم و شما برید خونه رو چک بکنید بعد از اینکه خونه رو چک کردید و همه چیز اوکی شد بایستی برای مووینگتون به قول معروف ارنج بکنید سعی کنید مووینگاتون رو بذارید برای بعد از ظهر برای اینکه معمولا فروشنده اجازه داره تا ساعت 6 بعد از ظهر تو خونه بمونه بنابر اینطوری مووینگتون رو انجام بدید که بعد از ظهر شروع بکنید که قبل از ساعت 6 شما هم بتونید به خونه جدیدتون برید و وسایلتون رو به قول معروف تخلیه کنید یا اگر مثلا دارید کاندو میخرید کاندو آپارتمان می خرید مطمئن باشید که روز کلوزینگتون آسانسور رو بوک کردید و میتونید به قول معروف اون روز وسایلتون رو وارد به قول معروف مووتون رو انجام بدید بعد از اینکه مووینگتون رو ست کردید و مطمئن شدید که همه چیز اوکی هستش یکی از چیزهایی که حتما حتما قبل از کلوزینگ قبل از اینکه روزی که خونه تحویل بگیرید باید انجام بدید خریدن فایر انشورنس هستش بیمه آتش سوزی بانک ها به شما وام نخواهند داد مگر اینکه شما بیمه آتش سوزی داشته باشید بنابراین باید یک بیمه آتش سوزی بگیرید که خونتون رو بستگی به سایز خونه ای که سایزی که هست و سنش و همه رو اگر خدای نکرده خونه آتیش بگیره دقیقا به اندازه هزینه ساخت اون خونه شما بیمه داشته باشید پس بنابراین بیمه آتش سوزی یکی از مهمترین چیزهایی هستش که حتما تا روز قبل از کلوزینگ باید اونو بگیرید و به وکیلتون ارائه بدید یکی دیگه از چیزهایی که حتما میکشور sure بکنید که دارید و به قول معروف با استرس مواجه نشید آفگارد گرفته نشید این هستش که اگر شما دارید مرگجی میگیرید که زیر 20 درصد هست حتما میکشور sure بکنید که پول به اندازه کافی دارید که اون اچستیش رو هم بدید بنابراین معمولا میگن که یک نیم درصد اضافه تر داشته باشید برای روز کلوزین که اگر یه سری به قول معروف هزینه یه دفعه اومد بالا به قول معروف متعجب نشید یکی از چیزای یکی از به قول معروف یکی از چیزای دیگه‌ای که باید حتما بهش توجه کنید استیتمنت و ادجستمنت هستش در قسمت قبلی هم براتون توضیح دادم که یکی از خزینه های یکی از خزینه های خرید خونه استیت اف هستش استیت اف این هستش که وکیل فروشنده میاد یک به قول معروف میاد تمام حساب کتاب ها رو میکنه و یک روز دو روز قبل از کلوزینگ یک نامه ای رو میفرسته برای وکیل خریدار و توی اون نامه یه سری ممکنه اجسمنت هایی باید انجام بگیره همینطور که در قسمت قبلی گفتم مثلا فکر کنید فروشنده اومده مالیات خونه رو در طول سال داده شما وسط سال اومدید خونه رو تحویل گرفتید حالا از روزی که شما خونه رو تحویل میگیرید دیگه مسئولیت شما هستش که به قول معروف پول مالیات رو از اون به بعد پرداخت بکنید بنابراین این چیز رو شما متوجه نخواهید بود تا روزی که وکیل فروشنده این نامه رو برای وکیل شما بفرسته یا مثلا اگه کاندو می خرید مثلا اگه وسط ماه دارید کاندو رو تحویل می گیرید نصف ماه رو فروشنده پول چارج ماهانه رو داده نصف دیگه ماه به عهده شما هست که اینا رو شما باید پرداخت کنید بنابراین استیت و اجاستمنت یکی از چیزهایی هستش که شما روز کلوزینگ باش مواجه میشید حتما مطمئن باشید که یه مقداری پول اکسترا تو حسابتون هست که به قول معروف روز کلوزینگ کم نیارید یکی از کارهای دیگه که باید بکنید این هستش که برید یک بانک ترافت یا مانی اوردر یا سرتیفای چک از بانکتون بگیرید به اسم وکیلتون که معمولا اسم وکیل هست و یه دونه این تراست هم باید بهش اضافه کنید این در واقع این بانک ترافت شامل هزینه, هزینه وکیلتون شامل اون اجاستمنت هایی هستش که در واقع وکیل فروشنده برای شما میفرسته و مابقی داون پیمنتتون یعنی اون پولی مثلا به فرض فرض کنید که شما 20 درصد پول دارید میذارید. سی هزار 30000 رو روزی که آفر دادید گذاشتید مابقی شو بایستی توی این با این بانک درافت به وکیلتون بدید که خونتون کلوز بشه یکی دیگه از چیزایی که روز کلوزینگ معمولا یکی دو روز سعی کنید یکی دو روز قبل از کلوزینگتون قبل از اون روزی که خونه رو میگیرید برید وکیل رو ببینید یکی از چیزایی که میتونید با وکیلتون صحبت کنید اینه که نوع مالکیتی که شما میخواید ما دو نوع مالکیت داریم که من ام، ام، توضیح فارسی بلد نیستم ولی یکیش هست خدمتون عرض کنم که جوین یکی هستش تننت جوین این اینطوری هستش که اگر شما دو نفر هستید و و خدای نکرده یکی از مالکین فوت کنه خود به خود به صورت اتوماتیک این مالکیت به اون نفر دوم میرسه یک مدل دیگه هستش که بهش میگن tenant کامنت یعنی اینکه شما اگر اگر یک کسی بخواد اون سهم خودش رو به وارثانش منتقل بکنه باید از طریق وصیت نامه این کارو بکنه بنابراین شما حق انتخاب دارید که به وکیلتون بگید که شما از کدوم نوع از این مالکیت ها میخواید به قول معروف استفاده کنید برای اینکه به نامتون بزنن یکی دیگه از چیزایی که هست حتما وکیلتون شما رو راهنمایی خواهد کرد ولی در عین حال هم شما خودتون میکشور بکنید که به وکیلتون میگید که براتون تایتل انشورنس بخره برای اینکه شما رو پروتکت بکنه در با قبال اتفاقایی که ممکنه پیش بیاد که شما ازش خبر ندارید یکی دیگه از کارهایی که باید روز کلوزینگتون انجام بدید این هستش که مثلا از, قبل ارنج بکنید برای کیبل کمپانی او تلفن کمپانی که بیان این تلفن و کیبلتون رو بیان براتون وصل بکنن میکشور شور بکنید که حتما حتما برق و آب و گاز و به قول معروف همه اینا رو به اسم خودتون می نویس می چیز میکنید می میکنید یعنی معمولا این کار رو قبل از اینکه روز کلوزینگ انجام بشه به یوتیلیتی کامپانی زنگ بزنید و ازشون بخواید که حتما برن اون میترا رو بخونن برای اینکه شما نمیخواید به قول معروف ریسپانسیبل باشید برای چیزایی که برای بیل هایی که از قبل یکی دیگه ازش استفاده کرده بنابراین این میکشور sure بکنید که برای روز کلوزینگ به کمپانیای آب و برق و گاز و شهرداری و همه اینا زنگ بزنید و بگید که شما به قول معروف اونر جدید هستید مالک جدید هستید و برای شما یک پرونده باز میکنن و شما از روزی که وارد اون خونه میشید در واقع موظف هستید که بیلاتون رو پرداخت بکنید گاهی اوقات وکیلا این کارا رو میکنن مخصوصا برای شهرداری ها نامه مینویسن و شهرداری میدونه که شما اونر جدید هستید ولی برای اینکه مطمئن باشید و برای اینکه یه موقعی به قول معروف تداخلی با چیز دیگه پیش نیاد مطمئن مطمئن باشید که خودتون حتما این کارو بکنید حتی اگر شده اونا داشته باشن فقط دوباره زنگ بزنید خودتون رو معرفی کنید بگید اونر جدید هستید و اینطوری مطمئن میشید که همه چیز از روزی که شما خونه رو تحویل میگیرید فقط مسئولیتش با شما خواهد بود یکی دیگه از کارهایی که باید بکنید این هستش که با حتما یه دونه چک وای چک یا به قول معروف یه پری آتورایز یه چیزی که اجازه میدید بانکتون um, بره و از حسابتون مرگج ماهانتون رو برداره این هم یکی از کارهایی هستش که حتما باید انجام بدید یا مثلا اگر کاندومینیوم um, خریدید برای اینکه چارج uh, ماهانتون رو بردارن حتما روز کلوزینگ یا یکی دو روز بعد یا یکی دو روز قبل میتونید برید با منیجمنت آفیسشون صحبت بکنید و در واقع ام، ام، یه وایچک چک بهشون بدید یا اینکه یه پری اتورایز پیپر از بانکتون بهشون بدید که در واقع اینا بتونن اون چیزی رو که در ماه میخوان بردارن بردارن بدون اینکه براتون مشکل پیش بیاد و خدمتون عرض کنم خدای نکرده بعد حساب بشید یکی از چیزهای دیگه ای که میتونید حتما انجام بدید اگر بچه کوچیک دارید یا بچه هاتون از یک مدرسه به یک مدرسه دیگه انتقال پیدا میکنن مطمئن باشید که حتما قبل از کلوزینگتون با مدرسه اون به قول معروف محلتون تم پیدا کنید معمولا خیلی احتیاج نیست که حتما سند خونه یا بیلی چیزی دستتون باشه همون آفری که دادین همون آفره رو میتونید با خودتون ببرید و بهشون بگید که من مالک جدید هستم بچم قرار بیاد توی این مدرسه و به قول معروف میک شور بکنید که بچه هاتون رجستر شدن و زمانی که دارن دارید موف میکنید دیگه به مشکل بر نخورید و همچنین همینطور که در قسمت اول برنامه گفتم بتونید مرگش به قول معروف مووینگ کامپانیتون رو از قبل هایر بکنید که به قول معروف روز کلوزینگ به مشکل بر نخورید اینا بود از لیست چیزایی که در واقع بایرا بایستی رعایت بکنن که میک بکنن که یک کلوزینگ خیلی راحت و بدون دردسر و بدون دغدغه خواهند داشت اگر که سوالی چیزی داشتید میتونید با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید و یا اینکه میتونید به وبسایت ما در www.sellwithus.com مراجعه بکنید در اونجا ما هم به سوالات شما پاسخ میدیم هم همینطور که گفتم مرگج کلکولیتر دارید که میتونید اونجا هر سوالی راجع به داشتید هر کلکولیشنی بخواید انجام بدید اون رو انجام بدید و امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما واقع شده باشه به سوالاتتون پاسخ بوده باشیم و ایشالله در برنامه های بعد در خدمتون خواهیم بود با اطلاعات بیشتر